بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مالایی های گل در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. یه عالمه نکته براتون میخواییم بیاریم در گفتار دوی فصل 6. واقعا پرمغزه، واقعا نفسگیره، واقعا سخت تدریس این بخش، ولی به عشق شما فکر میکنم فقط یه چیز هلوشه. یک ساعت و خورده داشتم تخته مینوشتم، براتون همه رو خلاصه کردم ریز بریز. سامانه بافت پوششی، سامانه بافت زمینه و سامانه بافت آوندی. سامانه بافت پوششی میره سراغ روپوست و پیراپوست و نکات خودش. سامانه بافت زمینه میره سراغ پارانشیم، کلانشیم و اسکلورانشیم و هر کدوم پر نکته است. سامانه بافت آوندی هم که میره سراغ آوند چوب و آبکش، که آوند چوب خودش دو گروهه، تراکید و عنصر آوندی. خیلی بچه ها این بخش نکته داره، حتما خودکار و کاغذ جلوتون باشه که نکته ها رو درو کنید. با ما همراه باشید. همونطوری که قبلا گفته بودم، دستبندی گیاهان ابتداعا به این حالته که یا آوند ندارن کلن یا آوند دارن. گیاهانی که آوند ندارن خزه گیانن، اما گیاهانی که آوند دارن دو حالت دارن، یا دانه دارند یا دانه ندارند. اونی که دانه نداره ولی آوند داره میشه سرخسا. اونایی که دانه دارن دو حالته، یا دانهشون بیرونه یا داخل و نهانه. اونی که بیرونه میشه بازدانه مثل کاج، نهان دانه بحث امروزمون دو لپه و تک لپه است. خب من مثال دو لپه لوبیا رو دارم، مثال تک لپه ذرت رو دارم. همینجا اگر موافق باشید یک مرور خیلی مهم، کلیدی و کاملا راه انداز برای حل تست های کنکور سراسری در مقایسه دو لپه و تک لپه با هم داشته باشید. میگم گیاه دو لپه پهن برگ داره، تک لپه هم پهن برگ داره. گیاه تک لپه دم برگ داره، یعنی یک بخش کوچیکی که این پهنه برگ رو وصل میکنه به شاخه، ولی گیاه تک لپه بچه ها دم برگ نداره. پس شاخصه ظاهری برگ در گیاهان دو لپه وجود دم برگه. رگ برگ در گیاهان دو لپه کاملا منشعب میشه تو برگ، ولی در گیاهان تک لپه خطوط موازی تا انتهای برگ رو تشکیل میدن. جالبه بدونیم که در برش عرضی ساقه در دو لپه من چیزی به عنوان مغز ساقه رو دارم. یعنی چی؟ مغز ساقه یا مغز ریشه، یا به اصطلاح واژه مغز چیه؟ میگیم هر وقت دستجات آوندی بیان یک بخشی رو محصور کنن که اون بخش توسط بافت زمینه‌ای مثل پارانشیم پر بشه، به اونجا میگیم مغز. اگر توی فعالیت فکر میکنم گفتار جلویی هستش، اگه بررسی بفرمایید، قشن مغز ساقه و مغز ریشه کاملا مشخصه که مغز ساقه برای دو لپه است، مغز ریشه برای تک لپه است. خب من در برش عرضی ساقه در گیاهان تک لپه میبینم دستجات آوندی بخش رو پراکندن. خب یکی از سوالاتی که معمولا خیلی کمک میکنه به فهم این که دستجات آوندی در حالا برش عرضی ساقه در دو لپه و تک لپه چه فرقی با هم داره، بحث پیوند زدن گیاهانه که یکی از روش‌های تولیدی مثل غیر جنسی که تو سال 11 هم تو بخش گیاهی یا خوندید یا انشالله خواهید خوند. نکته بسیار مهم اینه، من گیاهان تک لپه رو نمیتونم ساقه‌شون رو پیوند بزنم. چرا؟ چون دستجات آوندیشون به طور نامنظم پخش شدن و اینها رو هم دیگه قرار نمیگیرن تا بتونه پیوندک از پایه تغذیه بشه. پیوندک میشه بخشی که روی پایه ما پیوند میزنیم. مثلا یه شاخه درخت شاتوت رو میاریم روی تنه یه درخت شاتوت دیگه پیوند میزنیم. اونی که پیوند زدن میشه پیوندک، اونی که ریشه داره میشه پایه. خب اما گیاه دو لپه رو به راحتی میتونم پیوند بزنم. چرا؟ چون دستجات آوندیش در یک ناحیه کاملا مشخصی قرار داره و وقتی پیوندک رو رو پایه قرار میدم اینا معمولا رو هم دیگه چفت خواهند شد. اما در برش عرضی ریشه دستجات آوندی در گیاه دو لپه دقیقاً در وسط که یک حالت ستاره ای دستجات آوند چوبه و حد فاصله بین اونها رو دستجات آوند آبکش پر میکنه. و در برش عرضی ریشه در تک لپه من میبینم که دستجات آوندی منظم در یک حالا رینگی در یک استوان مانندی قرار گرفتن و طبیعتاً مغز وسطش رو مغز ریشه مینامیم. شکل ریشه در گیاه دو لپه بچه ها مستقیم میاد پایین، ولی در گیاه تک لپه افشان میشه طبق فعالیت کتابتون. اما بریم سراغ این که خب حالا من فهمیدم تفاوت دو لپه و تک لپه چیه، اینا کلا گیاهان نهاندانه یا گلدار هستن. کتابتون میگه در نهاندانگان ما سه تا بافت
یا سه تا سامانه مختلف داریم، سامانه پوششی، سامانه زمینه‌ای و سامانه آبندی. اینا از کجا میان؟ ببینید سامانه ها میشه تجمع بافت ها. خوب دقت بفرمایید، میریم سراغ بافت پوششی. آقا بافت پوششی یا سامانه بافت پوششی توی بخش های جوان و بخش های مسن با هم فرق دارن. یعنی چی؟ اگر گیاه من جوان باشه، خارجی ترین بخشش میشه همون روپوستش که معمولا هم یک لایه است، ولی اگر مسن باشه بهش میگیم پیراپوست، که جلوتر توی کتابتون هست، من همینجا چون لازمه یاد بگیرید براتون آوردم. پس سامانه بافته پوششی تو اندامهای جوان میشه روپوست که معمولا یک لایه است، و در اندامهای مسن میشه پیراپوست. خب میرم سراغ روپوست. بچه ها معمولا یک لایه است، حواست باشه به این قید مهم، طراح با این قید توی صحیح غلط ها توی جاخالی ها اذیتت نکنه. خب آقا اندامهای هوایی و اندامهای زمینی رو همینجا باید جدا کنیم. چرا؟ چون یه بخشی یا یک واژه‌ای به نام پوستک در کتابتون مطرح شده که پوستک ویژگی اندام‌های هواییه، اصلا اندام‌های زمینی یعنی همون ریشه نمیتونه پوستک داشته باشه. چرا؟ چون میخونیم که پوستک از انواع ترکیبات لیپیدی ساخته شده. آقا ویژگی همه لیپیدها چی بود؟ باریکلا آبگریزن، نسبت به آب نفوذ ناپذیرن. پس ریشه‌ای که قراره آب جذب کنه برای گیاه من نباید پوستک داشته باشه، چون مانع این وظیفش میشه. اما میرم اینجا، آقا پوستک از ترکیبات لیپیدی مختلفه. چرا؟ چون تو متن کتاب میگه ترکیبات لیپیدی مانند کوتین، پس میتونه ترکیبات لیپیدی مختلفی رو درون پوستک ما در اندام‌های هوایی داشته باشیم. خب پوستک یا همین ترکیبات لیپیدی ترشح میشه به سمت خارجی رو پوست، یعنی سطحی که با هوا در ارتباطه. خب این پوستک ها به هم میچسبن به هم میچسبن و یک میشه گفت بافتی رو به وجود میارن به نام کوتیکول یا پوستک، که خب این کوتیکول یا پوستک دقیقاً بستگی داره به اینکه گیاه من تو کدوم اقلیم داره زندگی میکنه. به شخص خودم با چشم دیدم در استان اردبیل در بخشی از کوههای سبلان گیاهانی که پوستک دارن، خب اونجا خیلی سرده بچه‌ها، پوستکشون بسیار ضخیمه. پس من میفهمم که پوستک میاد چیکار میکنه بچه‌ها، از سرما در مقابل گیاه محافظت میکنه. در گیاهانی که تو مناطق گرمم هستن اتفاقا پوستک دارن، چون خب لیپید دیگه مانع تبخیر آب میشه. البته 100% نمیتونه جلو تبخیر آب رو بگیره، ولی تا یه حد زیادی میتونه کاهش بده تبخیر آب رو. خب من یک لایه حالا روی گیاه هم دارم، وقتی حشره میخواد نیش بزنه، نیشش تو پوستک فرو میره و به سلولای رو پوست نمیرسه، پس در مقابل نیش حشره هم از گیاه من محافظت میکنه. خب قطعا در مقابل ورود عوامل بیماریزا مثل ویروس و باکتری اینا هم میتونه خیلی خیلی نقش محافظتی داشته باشه، همونطور که تو سال 11 هم احتمالاً عکسش رو دیدید و اگر موافق باشید الان براتون روی مانیتور میارم. قارچی که میخواد وارد گیاه بشه نمیاد از روپوست رد بشه، میاد از فضای بین دو تا سلول نگهبان روزنه رد میشه. یعنی اینکه میگیم پوستک مانع ورود عوامل بیماریزا میشه یک پدیده کاملا واقعیه. اینجا نگاه کنید متن کتاب تو سال 11 هم چی میگه؟ میگه میدانید روپوست خارجی ترین سامانه بافتی در بخش جوان گیاهه. خب و در بخش های هوایی گیاه با پوستک پوشیده شده. نقش پوستک رو به یاد دارید، بله، جلوگیری از تبخیر آب و مقابله در مقابل سرما و نیش حشرات و ورود عوامل بیماریزا. میگه خیلی جالبه، پوستک تا حدودی مانع نفوذ عوامل بیماریزا به گیاه میشه، همچنین دیواره یاخته محکم است، عبور از آن کار آسانی نیست، وجود ترکیباتی مثل لیگنین یا سیلیس که تو گفتار قبلی ما هم بررسی کردیم، تغییر ترکیب شیمیایی در دیواره، سیلیس رسوب بده میشه معدنی شدن، ترکیبات معدنی رسوب میکنن، لیگنین میشه چوبی شدن. خب کارو سخت میکنه. و تو صفحه بعد میبینیم که این قارچ من که میخواسته این حالا رشته قارچی یا حالا دیگه شما ندارید اسمشو دیگه، من اگه اجازه بدید نگم، وقتی میخواد وارد گیاه بشه نمیاد از روپوست رد بشه، میاد از فضای بین دو تا سلول نگهبان روزنه وارد میشه و حالا این رشته هاش وارد سلول های پارانشیم اسفنجی برگ شده، که خب خیلی اون نقش پوستک رو داره قشنگ به من یادآوری میکنه. بریم سراغ ادامه درس خودمون رو تخته. اما خب این سلولای روپوستی بچه‌ها میتونن تمایز پیدا کنن به یاخته های کرک، یاخته های نگهبان روزنه، یاخته های ترشحی و یاخته های تار کشنده، که من میدونم این سه تا مخصوص اندام های هوایی و این یه دونه تار کشنده مخصوص اندام های
زمینی یا همون ریشه است. خب آقا مطلب بسیار مهمی که اینجا وجود داره، تمایز رو من تو سال 12 میخونم. اگر بیان ژن‌ها تغییر کند یا اگر تنظیم بیان ژن رخ بده، من میتونم پدیده تمایز رو داشته باشم. پس اینجا نکته اسپی من رخ میخوره. رخ میخوره چیه؟ رخ میده، خودنمایی میکنه. آقا اگر هر جا به من گفتن توی کنکور تمایز رخ داده، میگم تنظیم بیان ژن باعثش شده. حواست باشه تنظیم بیان ژن یعنی چی؟ یعنی یک سری ژن ها کار بکنن، یک سری ژن ها کار نکنن و خاموش باشن، و اون ژن هایی که کار میکنن تخصص سلول رو مشخص میکنن. یه چیزی میگم یادت بمونه، تمایز تعریف داره توی دیدگاه علمی، میگه ایجاد شکل خاص برای انجام وظیفه خاص. شکل خاص چجوری ایجاد میشه؟ بیان ژن های خاص. این نکته رو یادت باشه که بیان ژن های خاص باعث ایجاد شکل خاص میشه. ژن خاص، شکل خاص، تمایز. خب آقا یاخته های کرک تو شکل کتابتون هم میبینی، خیلی یاخته های دراز و کشیده این، و خب خیلی هم کمک میکنن به کاهش تبخیر. حتی ما تو سال فکر میکنم همین دهم بود در مورد گیاهی میخونیم به نام خرزهره، که خب این گیاه یه گیاه خودروه. و از بشکنم دوباره بریم 3 2 1. این نکته رو یادت باشه که بیان ژن خاص ایجاد شکل خاص و بحث تمایز رخ میده و انجام وظیفه خاص. خب آقا یاخته های کرک رو ما دیدیم که یاخته های کشیده و درازی هستن، و خیلی جالبه بدونید شکل کرک تو گیاه های مختلف با هم فرق داره. یعنی انشالله دانشگاه که وارد بشید رشته گیاهی رو بخونید، میبینید که کرک سلول های گیاه های مختلف با هم فرق داره. اما یکی از مهمترین کارهایی که میکنه بچه ها، کرک آب رو به خودش نگه میداره و باعث میشه دما بیاد پایین، کاهش تبخیر داره. یه نکته خیلی مهم تو گیاه خرزهره بود دیگه، میخوندیم که آقا گیاه خرزهره یه گیاه خودرو تو بیابان و این ور اونورم در میاد. حالا بیابان که داریم میگیم نه کویر لوتا، مناطق گرمسیر. خب این روزنه های فرو رفته در غار داره، در محل فرو رفتگیش هم حالت غار ایجاد شده رو روزنش، یه عالمه کرک داره. این کرک ها رطوبت رو به خودشون میگیرن، مثل پوشال کولر آبی میشه، آب که بهشون میخوره اونجا خنک میشه، دما میاد پایین، تبخیر تو اون روزنه کم میشه. خب آقا نگهبان روزنه خیلی حالا باهاش کار داریم. فقط در همین حد بهت بگم که تنها سلولیه که تو روپوست رو میبینی کلوروپلاست داره. سلولهای روپوست نباید کلوروپلاست داشته باشن. تنها سلول روپوستی که کلوروپلاست داره نگهبان روزنه است، و اینا هم همیشه بچه دوتایی هن، زوجن، از سر و تهش به هم چسبیدن، اینجوری بسته میشن باز میشن، بسته میشن باز میشه، بسته میشه باز میشه، بسته میشه. خب آقا یاخته ترشوی تو شکل کتابتون هست، خیلی یاخته گرد و قلمبه‌ای، همچین گرد توپل مپله. تو منابع علمی میخونیم مثلا توانایی ترشح ترکیبات مختلف مثل ترکیبات لیپیدی داره، که در بحث تاره کشنده هم مطلب بسیار مهمش اینه که توانایی جذب آب و یونها همون شیره خام رو برای ریشه گیاه ایجاد میکنه. خب از یاخته های روپوستی رد میشیم، میایم سراغ پیراپوست که تو اندام های مسن وجود دارن. تعریف میکنه کتابتون، میگه کامبیوم چوب پنبه ساز مرسم پسینه به علاوه یاخته های حاصل از آن رو بهش میگن پیراپوست، که میاد جانشین روپوست میشه. آقا اینو هم من بپذیر، اول روپوست وجود داره، بعد کامبیوم چوب پنبه ساز به وجود میاد، بعد شروع میکنه سلول های رو تولید میکنه که به مجموعه اون سلول ها و خود کامبیوم چوب پنبه ساز میگیم پیراپوست. عزیز دلم، پیراپوست در گیاه مسن، در اندام مسن میاد جانشین روپوست میشه، چون نمیذاره مواد غذایی به روپوست برسه و روپوست تخریب میشه. اتفاق جالبی که حالا جلوترم خواهیم دید. اما یاخته هایی که میسازه کتابتون خیلی واضح میگه، میگه به سمت درون، یعنی به سمت مرکز ساقه، یاخته های پارانشیمی میسازه، به سمت بیرونم به سمت روپوست یاخته های پارانشیمی میسازه. اما بعد یه مدت اینها چوب پنبه ای میشن، چون چوب پنبه ای میشن میمیرن دیگه، از اینها مواد غذایی رد نمیشه، پر روپوستی که روی این چوب پنبه ها قرار داره از بین خواهد رفت. حتما یادت میاد، یادم نیاد مهم نیست، که این کامبیوم چوب پنبه ساز میگه حد فاصل روپوست و پوست ایجاد میشه. پس وقتی میگیم به سمت بیرون میشه به سمت روپوست، به سمت درون میشه به سمت مغز ساقه. یاختهای پارانشیمی میسازه به سمت بیرون که اونها چوب پنبه ای میشن میمیرن و روپوس از بین میره. پس من خارجی ترین بخشی که تو اندام های موسم میبینم در واقع چوب پنبه است، که چوب پنبه یک بخشی از پیراپوسته. خب عزیزای دلم،
از سامانه بافت پوششی اگه موافق باشید بیایم بیرون، بیایم سراغ سامانه بافت زمینه‌ای که خب پر از نکته است، فضای بین رفوس و دستجات آوندی رو قرار پر کنه، خیلی نکته داره. خب من سه تا اسم اصلیشون رو آوردم، پالانشیم، کلانشیم و اسکلانشیم. دیگه موافق باشه نرماکنه، سخت‌آکنه، چسب‌آکنه، این اسمای فارسیشون رو من نمیگم چون حقیقت سخت نمه، هنوز بعد از این چند سال با اینا ارتباطی نگرفتم. خب آقا من سه تا اسم میزنم برای پارانشیم و کلانشیم و اسکلانشیم که کمک میکنه کلا یادت بمونه. پارانشیم رو میگم هنری و لطیف، همچین نازک نارنجی هن. خیلی پوست نازکن، زود آسیب میبینن و خب به شدت زنده و فعالن. اما اون طرف من کلانشیم رو دارم، من بینه میگم بچه های باشگاه. بچه های باشگاه چه بچه هایی هستن که همون دیواره نخستین رو دارن، ولی خب چون باشگاه رفتن زخیم و کتاکولفت و قوی و مستحکمن. اما اسم اسکلانشیم رو گذاشتم پرزور بیمغز، یعنی خیلی استحکامش زیاده ولی چون میمیره دیگه مغز نداره، پس هنری بچه های باشگاه پرزور بیمغز. خب بریم سراغ پارانشیم. آقا پارانشیم رایج ترین سلول در بافت زمینه ایه، میگیم رایج ترین در بافت زمینه ای، از همه بیشتر دیده میشه، خیلی هم تنوع داره. حالا یه چیز خیلی جالبه که میگه آقا دیواره نخستین داره، بسیارم دیواره نخستین نازکی داره و خب به طور کلی حواست باشه این دیواره نخستینش چوبی نمیشه، پس خیلی راحت آب ازش عبور میکنه. پس نکته بسیار مهم در مورد دیواره نخستین توی سلول پارانشیم چیه؟ دیواره نخستین نازکی دارن، چوبی نیست، غیر چوبیه، پس خیلی راحت نسبت به آب نفوذ پذیره. اما عزیزای دل من زنده و فعالن، یعنی چی؟ یعنی توانایی قدرت تقسیم دارن. متن کتاب درسی میگه جایی که گیاه آسیب میبینه پارانشیمش تقسیم میشه و زخمو پر میکنه. من انواع سلولهای پارانشیمی که تو کنکور لازم داری و یک بار برای همیشه وسط نوشتم که یادت بمونه. من یک سری پارانشیم کلوروپلاستار دارم که تو اصطلاح به اینها میگن کلورانشیم. بچه ها واژه کلورانشیم میشه پارانشیمی که کلوروپلاست داره. پس من یه عالم پارانشیم فتوسنتز کننده توی برگ تو سال 12 هم میخونم، توی ساقه های جوان میبینم، خلاصه هر بخش از گیاه که سبز بود و فتوسنتز میکرد برو دنبال این پارانشیم کلوروپلاستار. خب حتی همه شو که نگی من نظر علمی، ولی خب دردی کتاب شما کار را میندازه. توی تستا حواست باشه، میگه آقا بخش سبز فتوسنتز کننده، خیلی باید ذهنت بره سراغ پارانشیم یا همون کلورانشیم. خب اما پارانشیم خورش، چیزی که توی کتابتون تو سال 11 هم میخونیم، میگیم که تخمک وجود داره، یکی از اونها تقسیم میشه و در نهایت کیسه رویانی به وجود میاره. اگه میشه مانیتور نگاه بکنید بچه‌ها. خب ببینید چلو میگه تخمک یاخته دونه پارانشیم خورش میاد میوز میده، 4 تا سلول، 3 تاش از بین میره چون کوچیکترن، اون یکی که گنده تره تقسیم های میتوز متوالی که خب 3 تا میتوز پویسر هم یا 3 نسل میتوز میده پویسر هم، که در نهایت 8 تا سلول، نه ببخشید 7 تا سلول، 8 هسته، 7 سلول و 8 هسته رو به وجود میاره که خب یکیش سلول دو هسته ایه اگر مشاهده بفرمایید، و 3 تا بالا سلول قطبی و 2 تا سلول این پایین و وسطی هم سلول تخمزای. این 2 تا هسته است، 2 تا، 3 تا بالا، باریکلا 5 تا، 3 تا پایین 8 تا، 8 هسته و 7 سلول رو چیزی به عنوان کیسه رویانی رو به وجود بیاره. بیا اینجا دوباره، پس یادم باشه پارانشیم خورش ایجاد کننده کیسه رویانی در تخمک گیاه من وجود داره. اما پارانشیم آبکشی در اطراف آوندهای آبکشی وجود داره، کتابتون خیلی غیر مستقیم در جاهای مختلف به بحث پارانشیم آبکشی اشاره کرده که میگه اطراف سلولهای آونده آبکش پارانشیم آبکشی وجود داره، که اتفاقا بد نیست بدونید این پارانشیم آبکشی در بحث ایجاد کامبیوم آوندساز نقش بسیار تاثیرگذاری داره که جلوتر صحبت میکنیم. اما پارانشیم هوادار چیه؟ میگه که در ریشه، ساقه و برگ گیاهان آبزی یافت میشه و خب میتونه هوا رو تو خودش داشته باشه که کمک بکنه گیاه بخشش که تو آبن زنده بمونن. پس من این همه کار رو فقط برای پارانشیم دارم. خب یه دو تا ویژگی مهم و اختصاصی تو متن کتابت اینه، من میتونم کل این رو بگم SP که در مورد یاختهای پارانشیم میگه. اولیش میگه اینا تمایز زدائی میکنن. یعنی چی؟ میگه آقا بنیادین من میشه مریستم، مریستم من میشه پارانشیم، نکنه هر یه فلش یعنی یه تمایز. پارانشیم میتونه تمایزش رو از دست بده دوباره تبدیل بشه به همون مریستمی که اونو ساخته، ولی چون منشأش این دفعه از پارانشیمه بهش میگن کالوس. اون بافت کالوسی که تو سال 11 هم میخونیم
که میگیم توده سلولی تمایز نیافته است، در واقع پارانشیم هایی بودن که تمایز زدائی کردن، یعنی دوباره برگشتن تبدیل شدن به حالت مریستم. خب ببین مریستم توانمندی تولید انواع سلولو داره، پارانشیم همچین توانمندی نداره. برای اینکه بتونه انواع سلولو درست کنه، پارانشیم میتونه بیاد بشه کالوس. کالوس مشابه و مترادف مریستم. بچه‌ها متو منشأش پارانشیم، مریستم منشأش بنیادینه. دقیقاً همون توانمندیای مریستم هم داره که هم تو سال 11 هم میخونیم هم تو سال 10 هم اثر بحث تمایز زدایی پارانشیم و غیر مستقیم کتابتون میگه. یکی از دلایلی که بچه‌ها گیاهی رو خوب نمیفهمن به نظر من یه مقدار کتاب خواسته سطحی توضیح بده و اختصاصی بحث نکنه، باعث شده که مطلب خوب جا نیفته. عزیز دل من حواست باشه، پارانشیم میتونه تمایز زدائی بکنه، یعنی تمایز که به دست آورده، مریستمی که شده پارانشیم، تمایز پیدا شده روش، اون تمایز از دست میده، برمیگرده به حالت مریستمی خودش، برمیگرده به توانمندی بنیادین خودش که دیگه ما بهش مریستم نمیگیم، بهش میگیم کالوس. حالا دومیش که تو همین کتاب تو همین فعالیت زیر سلول پارانشیم میگه، در سلول هایی که ما میبینیم پارانشیم داریم در گیاهان آبزی، اینا فاصله شون خیلی زیاده که خب کمک میکنه هوا تو اون فاصله به دام بیفته. فعالیت کتابتونه. حالا مجدد بیاییم و ادامه مطلب بریم با کلانشیم. کلانشیم که بود بچه های باشگاه، بچه هایی که خیلی زخیمن، خیلی قوین، ولی یادت باشه اینا دیواره چوبی ندارن. همون یک لایه نخستین، دیواره نخستینشون زخیم شده که ایجاد استحکام میکنه برای گیاه. عزیز من حواست باشه لطفاً، اینها درست زخیمن، اینها درست ایجاد استحکام میکنن، ولی زندن. پس وقتی زنده است مانع رشد گیاه نمیشه. آقا چیزی که زنده است مانع رشد گیاه نمیشه، ایجاد استحکام کرده، حتماً انعطاف پذیری داره. حواست باشه. پس من در مورد سلول‌های کلانشیم یا بچه‌های باشگاه چی باید یادم باشه؟ که دیواره نخستینشون زخیمه ولی مانع رشد نمیشه، پس ایجاد انعطاف باید داشته باشه. نکته بعدی، معمولا زیر روپوست میگه کتابتون، واقعا هم همینه. من تو ساقه گیاهان علفی که میبینم ساقه محکمی دارن، اینها کلانشیمشون زیاده، وقتی برش میدم میبینم دقیقا زیر روپوست، یعنی خارجی ترین بخش پوست، خارجی ترین سلول بافت زمینه ای رو من کلانشیم میبینم که زنده است و بسیار هم زیاده زیر رو پوست، که باعث استحکام میشه تو به اندام های مثل ساقه جوان. خب اما من یه بخشی هم دارم که آقا نمیخوایم زنده باشه ولی میخوایم محکم باشه، اونجا میرم سراغ اسکلورانشیم، پرزور بی مغز، زورش زیاده، دوتا لایه داره ولی چون دیوارش چوبی شده میمیره. قبلا هم گفتم تمام سلولایی که تو کتابتون تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه اسم مرده که اینا دیواره پسین دارن و دیواره پسینشون چوبی شده مردن. خب کما اینکه یه قید خیلی مهم کتابتون میگه، میگه چوبی شدن اغلب سبب مرگ میشه، یعنی همیشه این ویژگی رو نداره، فعلا در حد کتاب شما و کنکور شما اینو باید بپذیریم. پس چوبی شدن الزاماً باعث مرگ نمیشه، ولی اون طرف سلولایی که کتاب تو مستمن نام میبره و چوبی شدن مردن. حواسم باشه طراح میدونه این قید تو ذهنت نمیمونه. چرا؟ چون حافظه ای تو وقتی میگم سلول چوبی، سلام یاوند چوب مرده است، فیبر اسکلوروید مردن، خب چوبی باعث مرگ میشه. نه، کتاب میگه الزاماً باعث مرگ نمیشه، اغلب سبب مرگ میشه، ممکنه اقلیتی هم باشم که زنده باشن. اما من حواسم باشه اسکلورانشیم ها هم دیواره نخستین دارن هم دیواره پسین زخیم چوبی شده، پس دیواره زخیم اینها دیواره پسینشونه که چوبی هم شده، لیگنین رسوب میده توش. من توی گفتار قبلی خوندم تغییراتی در ترکیب شیمیایی دیواره میتونه رخ بده که یکی از اونها چوبی شدن. خب وظیفه‌اش چیه؟ خب طبیعتاً پرزور بی‌مغز دیگه، ایجاد استحکام اندام هستش. خب دیگه بیشتر از این کتابتون در مورد کلیاتش نمیگه، جلوتر میاد یه تقسیم بندی جالبی میکنه. چی میگه؟ میگه آقا من این دوتا رو نزدیک به هم نوشتم، امیدوارم که سبب ایجاد انحراف نشه. من اینجا اگه اجازه بدید آها این خط رو بندازم که دیگه خیلی راحت بشه. خب عذرخواهی میکنم، خیلی نزدیک به هم نوشتم که جا بشه. خب انواع اسکلورانشیم ها دو مدلن، یا فیبرن یا اسکلوروئیدن. آقا فیبر درازه، ازش برای تولید تناب و پارچه استفاده میشه، پس ببین چقدر محکمه.
اسکلروئید کوتاه، پخ سلولاش. یادم باشه من یه چیز رو میخوام بیشتر از کتاب بهت بگم، با توجه به منابع علمی، انواع کتب علمی رو میگن، میگن آقا من سلول های اسکلروئید رو یا در پوشش خارجی هسته دارم یا نزدیک به دانه دارم. کتابتون میگه اینو چطوری میگه؟ میاد میگه آقای توی یه شکلی میگه نزدیک به دانه گلابی، وقتی گلابی رو میخورم یه چیزای زبری سخت، چی بگم، سخت سختی میره زیر دندونم، اونها اسکلروئیدن. اینجا نگاه کن لطفا مانیتور رو ببین عزیزم، اینجا رو کتاب کادر کشیده بعد از اینجا نشون داده، گول نخوری، این قرار بوده بیفته روی این کادر آبیه دیگه. اینا تمامندیای تستن در کاران تولید کننده کتب درسی. که اولا سلولای پخ و کوتاهش کاملا مشخصه، این طرف هم فیبر درازش مشخصه، نزدیک به دانه گلابی وجود داره. پس من حواسم باشه اسکلروئید رو با من بیا، اسکلروئید رو کجا میتونم پیدا کنم؟ نزدیک به دانه، و اینم تو پرانتز نوشتم چون تو کتابتون نیست، یا پوشش خارجی هسته، مثلا هسته هلو، اون بافت سفتی که میبینی تو میتونی تو ذهنت داشته باشی که اون اسکلروئید. میگم که بهتر یاد بگیری، وگرنه این پرانتز رو کتابتون نگفت. خب من از اینجا موافق باشید خارج بشم، بیام سراغ گروه آخر، چیزی به نام سامانه بافت آوندی. خب همینجا میخوام یک نکته واقعا مهم بگم، اگر قید اسپی براش به کار نمیبرم چون تو متن کتابتون اومده، ولی متاسفانه دانش آموز رو اون متن تسلط کافی رو نداره. خب آقا میگه اصلی ترین سلول هایی که تو سامانه بافت آوندی دارم همونیه که آوند ها رو میسازه، پس میشه سلول های آوند چوب و آبکش. اما میگه یه سری سلول های فرعی دارم که تو سامانه بافت آوندی سر کلهشون پیدا میشه. یکیش پارانشیمه. چه جالب، من اونور بهت گفتم پارانشیم آبکشی داریم، اطراف سلول های آبکشی. یکی دیگهش که فیبره. آقا فیبر من اینجا چی نوشتم؟ لابلای بافت های آوندی وجود داره. متن کتابتون حواست باشه، حالا که میخوای نوت ورداری مثل من نوتتو کامل بردار. پس آقا نکته مهم چی شد؟ سامانه بافت آوندی اصلی ترین سلول هاش چوب آبکشه، یعنی همون سازنده آوند چوب آبکش، و یه سری سلول فرعی داره مثل پارانشیم و فیبر. خب عزیز دل من قربون شکلت بشم با منی، اینجا رو نگاه کن. آقا آوند چوب من مرده است ولی آوند آبکشم زنده است. کار آوند چوب ترابری شیره خامه، میشه آب و یونهایی که ریشه میکشه، و کارش هم اینه پایین بده بالا، بده برسونه به برگ، برسونه به آشپزخونه گیاه. آقا آشپزخونه که میگم ذهنت نره اون سمت که لابراتوار اینو، نه، آشپزخونه اونجایی که فتوسنتز میکنه از آب و کربن دی اکساید، به قول خارجکی ها گلوکوز و اکسیژن برای من تولید میکنه. حالا من در مورد آوند آبکش میخونم، در نهاندانگان این جمله رو تو رو خدا دل بده، از اون تک جمله های زیبای کتابتونه که طراح به زیبایی با این یه فنی پلیسی بهت میزنه. چی میگه؟ میگه در نهاندانگان یاخته یه همراه در کنار آوند آبکش داریم. چیکار میکنه؟ تر خشکش میکنه، نقش آوندشو داره. آقا یاخته یه همراه آوند آبکش معادل سلول های نوروگولیا در باریکلا عصب های خودته، معادل اونه، مترادف اونه. اون چیکار میکرد؟ مثل یه دایه عصب رو پشتیبانی میکرد، ازش محافظت میکرد، بیگانه خاری میکرد، هزار و یک جور واسش کار میکرد. اما اینجا هم آوند آبکش جلوتر میخونیم، چون تمام اندامکاشو تقریبا باید از دست بده، خالی شده، یه سیتوپلازم باید داشته باشه. خب نمیتونه آتپ درست کنه، نمیتونه تنفس سلولی داشته باشه، پس چی کار میکنه؟ اونجا یاخته همراه میاد براش تنفس سلولی انجام میده، آتپ درست میکنه، آتپ رو بهش میده، میگه حالا تو مصرف کن، لقمه رو میجوه، جویدهشو میذاره دهنش. انقدر حواسش با آوند آبکشه، میگه کاش من آوند آبکش باشم و یه یاخته همراه مثل یاخته همراه داشته باشم. جمله رو نمیتونم کامل بگم، اینجا اسلام دست و پامو بسته، خودتون گرفتید مطلب. خب میام اینجا، انواع آوندهای چوب رو میخوایم بررسی بکنیم که یا تراکیدن یا عناصر آوندی. این برای نگاه کن، من دو نوع آوند چوب دارم، بیا کمان. یا آوند چوب دارم تراکیده، دوکی شکل و دراز. آقا دوکی شکل یعنی چی؟ یعنی سرتاش مخروطه، پس اینا عملا منافذ انتهایی ندارن. چرا؟ چون مخروط سرتاش بسته است. آقا و
وقتی من میگم انتها، مخروطش بسس، مخروط که دیگه انشالله میدونه چیه، مخروط این، این میشه مخروط. ببین میشه مخروط، ببین تش بسس. حالا مثلا دایرهش کنم که بشه مخروط، این تش بسس. پس وقتی میگم تو تراکه منافذ جانبی در جابجایی آب داره کمک میکنه، دلیلش این اصلا تش بسس. ولی این طرف حواست باشه قید دراز رو به کار برده. برای کی؟ برای سلول تراکئید و برای عناصر آوندی. اومده گفته سلول های استوانه‌ای و کوتاهن. آقا توی تست یه بار داده بود، گفته بود که لوله حاصل از عناصر آوندی کوتاه. دانش آموز زده بود صحیح، بعد رفته بود پاسخنامه عکس زرشک کشیده بود، گفته بود ببین سلول عناصر آوندی کوتاهه، نه لوله‌ای که حاصل روی هم قرار گرفتن هزار تا عنصر آوندیه. پس من حواسم باشه ها، سلولی به نام عنصر یا عناصر، درستش بگیم عنصر آوندی، به جمعش میگن عناصر آوندی. عنصر آوندی خود سلول کوتاه استوانه ایه، بعد دیواره های جانبیش تخریب شده. الان دیواره جانبی تخریب شده رو برای جا میندازم، ولی حواست باشه تراکئید خودش درازه و سرتش مخروطی. این شکل میتونیم بگیریم، تو تصویر داریم. خب ببین آقا اینا سرتش چیه؟ مخروطی شکله. آب که میخواد بره بالا توسط این منافذ جانبی کنار میره. حتی اگر آب من بیاد از اینجا بره بره تو بالایی، باز میشه منفذ جانبی. چرا؟ چون ته اینجاست، ته بسته است. اما توی عناصر آوندی سلول آبو با سرعت خیلی زیاد میتونه بده بالا، کمون که خب اینا هم لان و منافذ جانبیشون رو دارن، میتونن آب رو جابجا بکنن. خب همینجا یه مقایسه ریز انجام بدیم. به نظر شما سرعت، از نظر سرعت میخوام قیاس بکنم، سرعت انتقال شیره خام، آقا سرعت انتقال شیره خام تو کدوم بیشتره؟ عناصر آوندی A، تراکئید T. آقا این T اینم A، تو کدوم سرعت بیشتره؟ 1 2 3 1 2 3. باری کله به هوش و ذکاوته. در عناصر آوندی سرعت انتقال شیره خام بالاتره. عزیز دل من، کتابتون نگفته بد نیست، آتون نمیدونم، شاید اینجوری قشنگ نباشه بگیم، ولی حالا من میگم آقا در طبق چیزی که میشه تو منابع علمی پیدا کرد، عناصر آوندی فقط در گیاهان گلدار وجود داره. و ما همیشه چون داریم نهاندانگان رو بررسی میکنیم، عناصر آوندی همشون داره. ولی مثلا گیاهان بازدانه، اینا دیگه عناصر آوندی ندارند. پس من حواسم باشه عناصر آوندی ویژگی گیاهان گلدار و نهاندان است. تراکئید هم کلا تو هر که آوند داریم تراکئید هم خواهیم داشت. بریم سراغ نکته بسیار بسیار مهم و کاربردی. وقتی میگم به اصطلاح منافذ، چجوری بگیم، صفحات عرضی اینها از بین رفته یعنی چی؟ اجازه بدید یه مثال خیلی ساده با یک جسم خیلی خارجی ساده بهتون یاد بدم. ببین زمین رو نگاه کن، این یه سلول گیاهیه، چند تا وجه داره؟ 1 2 3 4 5 6. خب این هم میشن بخش طولی، طولی طولی طولی، این دوتا میشن عرضی. وقتی میگی دیواره های عرضیش تخریب شده، یعنی این و این به طور ناقص تخریب شده. خب حفره های بزرگی اینجاها به وجود میاد که خیلی راحت آب اینجا وارد میشه، از اینجا هم با سرعت زیادی خارج میشه، و چون آونده چوبی مرده است هیچی جلوش رو نمیگیره. خب از دلم اینجا نگاه کن، دیواره های عرضی تخریب شده، منافذ عرضی داره، فاقد دیواره عرضی، دیواره عرضیش کامل از بین نمیره ها، تخریب ناقص میشه، ولی حالا دیگه کتابتون اینجوری گفته. خب آقا از اینا اگر بگذریم، به عنوان نکته نهایی تختمون یه نکته خیلی اسپی و قشنگ میخوام بگم، طبق شکل کتابتون به طور کلی اندازه منافذ، حفره های توی آوند های چوبی از آوند های آبکشی بیشتر. من میتونم بگم قطر منافذ آوند چوبی به طور کلی، چه تراکه چه عناصر آوندی، از آوند های آبکشی بیشتره. خب حالا اگر اینا رو خوب یاد گرفتیم، از فیلم مدار محترم میخوام یه دونه براتون تصویر واید بگیره اینجا رو داشته باشید، بعد میرم روی متن کتاب درسی. میگه اگر ریشه و ساقه و بنگ در نهاندانگان رو برش بدیم، سه تا بخش پوششی، زمینه‌ای و آوندی توش قابل تشخیصه. خب میاد به هر یک از این بخش‌ها میگیم سامانه بافتی، مثلا سامانه بافت پوششی، زمینه‌ای و آوندی، اینا رو مقایسه میکنه. من الان با این شکل اینجا کار دارم، میگه سامانه بافت پوششی تو برگ‌ها و ساقه‌ها و ریشه‌های جوان میشه رو پوست، معمولاً یک لایه است که نکته‌هاشو بهت گفتم. حالا کاراشم بهت گفتم، این شکل خیلی جالبه بچه‌ها، نمیشه یاخته های روپوستی و این لایه روش پوستکه. خب اینجا چیه؟ اینجا سلولای نگهبان روزن است که من دارم میبینم روی یک منفذی رو پر کردن.
و دارم میبینم بالای یاخته های نگهبان روزنه طبق شکل کتابتون کاملا واضح پوستک وجود دارد. یاخته نگهبان روزنه طبق این شکل بچه ها پوستک داره ها، پس آب مجبوره، بخار آب یا همون گازهایی که قرار بیرون بیان فقط از فضای بینش که گفته روزن رد شه. یعنی چی؟ یعنی که این دوتا بسته باشن تبادل قطع میشه، باز باشن تبادل وصل میشه. این یه نکته. بریم پایین تر اینجا در مورد حالا سلاح نگهبان روزنده و این حرفا جلوتر صحبت خواهیم کرد، اما اینکه تنها سلاح روپوستی که اولا یک شکلشون با بقیه قشنگ میبینی فرق داره، دو کلوروپلاست دارن، نگهبان روزنه است. حالا این نگهبان روزنش بازه. اینجا خیلی جالبه، یاخته ترشحی گرد و قلمبه تو پلمپولی، یاخته های کرک مثل این شاخ گوزنی ها هست که توی حفاظ میزنن روی دیوارا، قشنگ شبیه اوناست. میبینیم خیلی تیز و برنده هم هستش. خب البته خب در ابعاد خیلی ریز مهم است، اما لان رو میبینم، منفذ رو میبینم و هسته واکل مرکزی کلوروپلاست ها و سایر اندامک ها رو دارم اینجا من میبینم. این که بچه ها یاخته نرماکنه ای دیواره بسیار نازک و فضای بین سلول ها کاملا اینجا مشخصه. توی فعالیت میگه که در گیاهان آبزی از نرماکنه ای ساخته میشه که فاصله فراوان داره، پس من در سایر گیاه ها این مدل نرماکنه رو ندارم. این مدل نرماکنه با فاصله زیاد مخصوص بافت زمینه ای در گیاهان آبزیه. به نکته های فعالیت دقت کنید. خب میریم پایین تر. چسب کنه رو میگه که کاملا در زیر روپوست مشخص دیوار، این قسمت های سیاه که بچه میبینید دیوار است، چقدر ضخامت دیوارش اینا بیشتره و من میبینم خب سلول زنده است ولی دیگه توش کلوروپلاست خبری نیست، واکل مرکزی ولی داره، میتوکندریش رو داره، هستش رو داره، شبکه اندوپلاسمی زبرش رو داره. خب لان و منفذ هم که کاملا مشخصه. میام پایین تر اسکلروید رو میبینیم. فعلا ببینیم که نکته اینو بهتون گفتم که این جایی که باز شده از این مستطیله قرار بوده باز بشه ولی خب متاسفانه میام طراح حواسش نبوده و رفته بالاتر. خب من میام پایین تر، یه نکته خیلی زیبایی در مورد این سلولا هستش. خب اینکه تراکید کاملا مشخصه، من فقط این نکته عرض کنم خدمتتون، آقا چرا اینا اینجاهاش چوبی میشه؟ نه ببینید، لیگنین رسوب میده توی دیواره پسی، بعد به مرور این لیگنین خشک میشه، یه بخشایش میریزه یه بخشایش باقی میمونه. وقتی باقی میمونه آرایش های مختلف لیگنین رو من میتونم توی دیواره آبنهای چوب داشته باشم. در همین حد از من بپذیرید. اگر کسانی میخوان مطلب بیشتر رو بخونن، همیشه من توصیه‌ام کتاب گیاهشناسی جلد 1 تألیف های دکتر احمد قهرمان استاد فقید دانشگاه تهران هست که به زبان فارسی خیلی روون اینها رو توضیح داده. انشالله اگر مفید دانشگاه و بخش گیاهی رو خوندید میبینید. اما این نکته که تو این شکل گفتم بچه‌ها، یاخته همراه، یاخته آوند آبکش به اون صفحات منفذدار در آوند آبکش میگیم صفحه آبکشی، که سر و ته یک سلول آبکشی بچه‌ها صفحه آبکشی وجود داره. این یه نکته. نکته بعدی، من فیبر و قشنگ لابلای دستجات آوندی میبینم. نکته خیلی مهم اینه، میگه آقا این اندازه تراکئیده، این اندازه عنصر آوندی. خب من میبینم از نظر قطر فضای حفره داخلی عنصر آوندی خیلی بزرگتر از تراکئیده، ولی هر دو خیلی بزرگتر از منافذ آوند آبکش هستن. که خب من میدونم آوند آبکش چون قراره به همه جهات شیره پرورده رو منتقل بکنه، کار بسیار سخت‌تری داره تو جابجایی، پس سرعتش کمتره. به طور کلی سرعت جابجایی مواد توی لوله‌های تو خالی آوند چوب بیشتره. فارسی تراکید میشه لان و عناصر آوندی هم که کاملا مشخص است. حالا من یه نکته هم عرض بکنم خدمتون، مقدار بافت آوند چوبی در یک ساقه چوبی شده خیلی بیشتر از آوند آبکشیه. این وقت چه اهمیتی واسه گیاه داره؟ خب خیلی واضحه، آوند چوب استحکام هم داره، پس به استحکام گیاه خیلی کمک شایانی خواهد کرد. این رو هم حواستون باشه. یه مرور بکنم ببینم نکته چیزی مونده مهمونتون کنم یا نه. به طور کلی من میتونم بگم جابجایی شیره خام از شیره پرورده راحت تره، چون شیره خام توی آوندهای خالی چوب جابجا میشه و کلن هم از سمت ریشه به سمت برگه، ولی آوند آبکش در همه جهات باید شیره پرورده رو که آب، پروتئین، ساکاروز، انواع قندهاست، انواع کربوهیدراتاست رو و حتی به اصطلاح تنظیم کننده های روش که به غلط بهش میگن هورمون های گیاهی رو جابجا میکنه. خب اینم تا اینجا داشتیم.
ایشالله که از نکات استفاده کرده باشید و حتما تست ها رو دنبال کنید. از فیلمبردار محترم خواستم که خیلی آروم از این ور تخته تا اون ور یه فیلم براتون بگیره که میخواید جزواتون رو تکمیل بکنید، به راحتی استفاده کنید. بازم فیلم های نکته و تست ما رو دنبال کنید که بتونید مطالب بیشتری یاد بگیرید.